نه بابا. آها. دیگه حالا این دهاتی ها همه ما آدم شدن. بفهمید. سلام علیکم. سلام قربان. من میخواستم با آقای ارتوکی صحبت کنم. بفهمید، خودم هستم در خدمتتون. آقای ارتوکی. جانم. من هفته پیش جمعه حرفای شما رو شنیدم. بله. پدر مادرم دهاتای عراق به دنیا آمده. بله. و شما گفتین که دهاتی هم آدم شدن. آه نه، شما این رو الفاظ فارسی رو به اون طور معنی لغتی توجه نفرمایید. دهاتی که شما میفرمایید که در دهات به دنیا اومده، با این اون اگه شما بخواید لغت نامه رو باز بکنید میدونم منظورتون چیه و من اگر بد تعبیر شده من عذرخواهی میکنم، ولی کلماتی هستن که گاهی اوقات در همه زبان هم هستن که وقتی استفاده میشه معنی های چند جور داره. معنی این اون نیست که هر کس که در دهات به دنیا آمده، چه بسا بنده میگم بابا بودم تو هم که اصلا مثلا دهاتی به منم میگن گاهی اوقات یا حرف میزنی، میدونی این مسئله اون نیست که در دهات به دنیا آمدی. به صورت اگه سوء تفاهم میشه من معذرت میخوام، منظور من اون نبود اصلا، به طور کلی اصلا به هیچ وجه. گفتید دهاتی هم آدم شدن، خب این ما هم ایرانی هستیم دیگه، ما میدونیم که این چه معنی میده. خب نه، حالا شما اگه اونطور میخواد تعبیر بکن توضیح بود که من باید میدادم دادم و اگر اونطور تعبیر شده میبخشید من رو، منظور اون نبوده. به هر حال خیلی ممنون هستم تذکر که دادید، شاید اینجا باید یه خود بیشتر مواظب باشیم که جوری حرف میزنیم که مردم خیلی مثل زود بهشون برمیخوره. متشکرم، به حساب بازم عذرخواهی میکنم. درود بر شما فرنیزم. آقای عطاکی. بله. سلام علیکم. سلام قربان. شما چطور میتونید خودتون دفاع کنید؟ شما گفتین حالا دیگه این دهاتی هم برای ما آدم شدن. این یعنی چی؟ خب اینا حالا یه وسیله دیگه که بخواه خطا رو اشغال بکنن. شما بفهمید. بله. آیا ما حق صحبت کردن کسان دیگه گرفتیم که ما که آزادترین تلویزیون هستیم؟ معنیش من نمیدونم. شاید شما بتونید برام تعبیر بکنید. بفهمید. آره. جانم. آقای خود شما بفهمید. خب این هم از وقت تلف کردن امروز تسلیم بشم. بفهمید، خواهش میکنم. الو جانم. حال شما؟ قربان شما، بفهمید. از ایران با شما تماس میگیرم. بله. حال شما خوبه؟ محرمت خوبم. آقا عطاکی. الو. بفهمید. من هفته پیش برنامه شما نما کردم، خیلی جذاب بود. بله. بله، من میخواستم بگم که چطور به دادیتون کرده؟ خود دادی؟ ما که نفهمیدیم شما چی گفتی قربان عزیزم، ببخشید، بفهمید شما ما که نفهمیدیم این چی گفت، شما بفهمید. بله، به هر حال اینه که مثل این که نظر اینه که بذار مردم معتاد باشن که صداشون در نیاد، کسی حالشو نداشته باشه اصلا بخواد صحبت میکنه. بفهمید، خواهش میکنم. بفهمی. الو آقای عطاکی. جانم بفهمی. بله، سلام عرض کردم. سلام بابا. توضیح بدم راجع به این مقاله واشنگتن پست. بله بله. که بعد ایش در مورد آماری که دادن 2.7 میلیون به نظر شما واقعی نیومد؟ نه گفته بودن 2.8%. 2.8%. در هر صورت من فکر می‌کنم بیشتر باشه. هر شاید به خاطر اینکه فکر میکنم اینا دهاتی ها رو جز آدم ها به شاب آوردن، شاید به خاطر اون باشه. نه، خیلی ممنون از محبتتون، خواهش میکنم اینو بذارین کنار، صحبت های مهمتر داریم اینجا بکنیم. بفرمایید، خواهش میکنم. سلام علیکم. سلام قربان. حالتون چطوره قربان؟ محمد خوبم. من محمد هستم، از شیکاگو زنگ میزنم، خواستم با آقای عطاکی تماس صحبت کنم. من خودم هستم، بفرمایید. خوب هستین شما؟ محمد خوبم. سلامت باشین. قربان شما. متن که برنامه‌تون رو من تازه الان شبکه رو عوض کردم، می‌خواستم ببینم که موضوع هفته‌تون چیه، چون معمولا من جمعه شب رو نگاه می‌کنم. بله بله، ما داریم یه مروری می‌کنیم دو مرتبه، چون برای من یکی چند نفر ایمیل کردن راجع به مسئله، داریم مرور می‌کنیم یه مقداری مقاله‌ای که در واشنگتن پست جمعه صبح، جمعه که گذشت جمعه صبح نوشته بودن، خیلی مفصل و معلوم بود که تحقیق بسیار کردن راجع به اعتیاد در ایران که چقدر بیداد می‌کنه. راجع به اون یه مقدار صحبت میکنیم، بعدم میپردازیم. خاطر این چیزا یعنی؟ بله بله. بعدم میپردازیم به مسائل دیگه. نظری شما خوبیه، البته جوونا، البته الان که من چند وقت پیش ایران بودم دیدم خیلی منقل و بافور و این چیزا، میدونی اصلا زیاد شده، اصلا شورش در اومده، مسخره شده، میدونی اصلا ایران شده
یعنی دقیقاً مسخرگیراش مثل سیبیلای که شما دقیقاً مسخرگیش مثل سیبیل شما. خیلی ممنون از محبتتون و نظری که دادید قربان. سیبیل شما بنامه خواهش میکنم. من از داد علی آواز با شما تماس میگیرم. خیلی خوب کاری میکنین دیگه چی؟ آخه ما خوبه. خوبه مورم. من میخواستم بگم که ما خیلی اینجا آدم داریم. نظر خودیه. اگه مثل شما باشن که چش دل ما روشن. بفهمید. قربان سلام عرض کردم جناب اتابکی. سلام میگم. سلام عرض کردم حضورتون. سلام مورم بفهمید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. از برنامه شما خیلی متشکرم. شما در برنامه قبلیتون راجع به دهاتی ها صحبت کردید. راجع به دهاتی های صحبتی نکردیم قربان. حالا منظورتون رو بفهمید. اینم یکی دیگه. اجازه بدین من صحبتم. بفهمید. نه آخه من بعد خود وقتی که شما هستید تو موقع بگیم منم بعد جواب بدم دیگه. بفهمید. شما اجازه بدین. بفهمید. من یه دهاتی عشایر فارس هستم که درجه دکترا دارم. بله. و این حرف شما به منم که از یک ده در فارس بزرگ شدم و بزرگترین دکتر قد یا هر چیز در آمریکا هستم. خب حالا شما بدین سور و کبراتون که میخوام بشینه من یه خود براتون کوتاه‌تر بکنم که افکار اگه شما تحصیل کرده هستید، اگه شما دکتر هستی باید اینقدر در وجودت مهر و محبت باشه که نخوای افکار مردم رو خراب بکنی. آقایی تلفن کرد اینجا. سب کن دیگه بذار ما رو حرف بزنم. شما حرفاتو زدی. نه دیگه اجازه نمیدم. نگاه قدش میکنم. پس بشین تا حرف بزنم. سب کن دونه به دونه. دونه به دونه. بیا اینم آقای تحصیل کرده دکتر ما. هادی بفرمایید. نه همه تو خوب گوش کنی. اینم آقای تحصیل کرده دکتر ما. توجه بفرمایید. آقای تحصیل کرده دکتر. برو همون جایی که بهش تعلق داری. ببینید. هفته پیش یکی خودش تلفن که اینجا نونور کرد، لوس کرد، شروع کرد با لهجه دهاتی بازی اینجا مسخره کردن و وقت گرفتن. بندم گفتم این دهاتی هم دیگه حالا آدم شده. این نه بابا. دیگه حالا دهاتی ها هم برای ما آدم شدن. نه اصلا ول کنید، خجالت بکشید. اگه شما اینقدر تحصیل داری عزیزم، خب آخرش نشون دادی تحصیلات چقدره. خجالت بکشید، خب وقت برنامه رو تلف بکنید. حالا ما یک گزک دستتون دادیم. خب خیلی متاسفم. بفهمید آقای ادا بگیزن بفهمید بابا.